بینندو عزیز سلام، خوش آمدین به برنامه کوزه کلوفی. آرزو میکنم که خوب و صحتمند و سرحال باشین، روزگار کرونایی تان به خیر بگذره، روزگاری که در خانه هستین، مصروف هستین بیشتر در خانه. متاسفانه در این وقتا زیادتر قسم شده که همگی به سوشل میدیا سر میزنن و چک میکنن که بالاخره واکسین از این ویروس چه وقت پیدا میشه و علازه استرس و استراب از ایست که چی میشه، در کجا چی اتفاق افتیده. و در امی میان یک تعداد از دوستا هستن که مثلا در اکثریت جای قرنطین هستن، نمیفهم مگم در کابل یک تعداد بیرون میبرن که ببینن قرنطین چرا قم هستن، بیرون کسی نیست، چی گفت هست، وضعیت هم میخواین چه کنن، من همیفهمی چی دیدن دارن. برحال آرزو میکنم که در امان باشین از کرونا و سلامتی تان باشین. بازم برنامه را شروع میکنیم و احوال مهمان عزیز ما را میگیرم، آوازخوان خوش صدای کشور ما بانو تمنا جان تابش از هلند. تمنا جان سلام به شما. سلام مصطفی جان، خوب هستین؟ سلامت، تشکر. شما چی حال دارین؟ چطور میگذره؟ مصروف چیکار هستین؟ تشکر مصطفی جان، و همچنان سلام به تمام افغانای عزیزم در سراسر جهان. امید که جور صحت باشن، در این وضعیت خراب و پوزیتیو باشن. یا بسیار مشکل است وضعیت فعلی، واقعا همه ما در خانه هستیم و ما هم تقریبا 6-7 هفته میشه که در خانه هستم و زمانه یک دقیقه برنامه گذاری میکنیم که زود تیر شوه و از این وضعیت نجات پیدا کنیم. بله، کم کم قرار است که مردم عادت کنن با این وضعیت، مجبور هستن عادت. بله واقعا و یک راهی به خود پیدا میکنن که خود مصروف نگاه کنن تا بیرون نرن. باید شما چطور میکنین در خانه؟ بله مصطفی جان، در اوائل خب اول گفتیم خب این وضعیت اقدر دوامدار نیست و روز به روز مسئله جدی شده رفت و قسمی که در خانه آدم هست روزمره باید یک توصیمات خاص باید آدم داشته باشه که وقت پریشه واقعا مشکل است. دیگه من هم یک توصیمات دارم، وقت روزمره از خواب بیدار میشم دیگه اول میرم دوش سپورت میکنم، چون بدون سپورت اصلا من نمیتونم. اجازه هست اینجا دوش برین؟ اجازه بیرون میتونین برین؟ بیرون اینجا در هلند اجازه داری، یعنی در جمع باید نباشی، جایی که مثلا بیشتر از 3 نفر، 4 نفر یا 5 نفر است پلیس ببینه جریمه میشی، ولی تنهایی در نزدیکای مثلا در پارک میرم، در بیرون میرم سپورت میکنم، ورزش میکنم، چون که همه جیما بسته شده، اجازه ورزش اصلا نیست. و ما هم صبحانه دیگه اتمن ورزش میکنم، باز آمدم 1 ساعت تمرین آواز و موسیقی. بسیار خوب، بسیار خوب. ورزش برای آوازخوانی هم فایده داره؟ بله واقعا، خصوصا مخصوصا من خودم شخصا اسما دارم دیگه، نفس تنگی دارم دیگه، وقت سپورت نکنم بسیار وضعیتم خراب میشه دیگه، باید دوش بر من بسیار خوب است. آلیست تمنا جان، در می وقتا که باز تصادف خب مثلا یک کم دردی است و ریزش یا یک صرفه به جای میشه از پیش آدم، خود آدم با خطا میشه که خیر خدا چی گفت شده من واقعا یعنی در خانواده مثلا یا پدرم یا مادرم از اون تشویش مره میگیره دعایل که نکنه که چرا صرفه میکنی مادر چرا، یعنی خودم هم شخصا یکم که دعایل در 3-4 هفته اول تو احساس میکردم که خسته استم، زیاد خواب میکردم یا مثلا یک عطسک میذاریم یا چیز، کلگی نگران میشد که سونک دیگه سعی میکردیم که او چی گپ شده. ولی واقعا مشکل است. بله دیگه باید گذران کرد به این وضعیت. بله واقعا قرنطین هستین، در خانه هستین، آهنگ میسازین جاد یا تیک تاک مصروف هستین؟ خب حالا که بسیار زمان زیاد داریم، وقت زیاد داریم مصطفی جان، من که بسیار کمکار هستم نه ای که تنبل هستم، ولی کمکار هستم نسبت به دیگر دختر خانم‌ها در عرصه موسیقی. حالا که بیشتر وقت پیدا کردیم کل آهنگاییم که مت دیگر سر به سر مانده بود اونا را شنیدم، اصلاح کاری کردم و آهنگای جدید
دارم و تصمیم گرفته بودم که ویدیو کنم دمی وقتا، ولی متاسفانه که این وقت بسیار خراب است، کرونا آمد و همه خانه نشین شدن. دیگه آهنگک های جدید دارم. بله تمنو جان، از این آهنگ های تازه تان اگر کدام شد بر مو زمزمه کنین امکان دارن؟ اطمان اطمان چونه یک آهنگ جدیدم از البته توفه بر شما. اچرا نمی میخواهم تو را تو پر پر نکو گل عشقی مرا، من ندانم که دل با تو بستم چرا، باز هم یاد تو سوخ سینه را، عشق میریزم دانه دانه دانه، شاید که ببینم ات خدا میدانه، با دلم کرده غم خانه خانه خانه، در کنارم باشی شانه و شانه، عشق است دلبر یار جانی جانی، با تو هستم گر تو دانی دانی، تو را می پرستم یار جانی جانی، با تو هستم گر تو دانی دانی. عالی بود، عالی بود، بسیار کمپوز شیرین. از ساخته های کیسته؟ ایرا کمپوزش آقای تویجان نیازی کرده که در ایران زندگی میکنند، در تهران، و شعرش هم هست از خراسان. بسیار خوب، بسیار خوب. و در خانه کار خانه رو حتما سم میگیرین دیگه؟ حال بیشتر در خانه هستین، سفر کردن نمیتونید؟ بله واقعا در خانه بله چونه آشپزی میکنم و چیزایی که واقعا تصورش هم نمیکردم پختنش رو یاد گرفتیم، مثلا اوسانا و ما بسیار داشپزی بله داشپزی یعنی اوسانای افغانی، مثلا منتو، آشک و بلونی که ما تنبلی میکردم پختنش، یعنی واقعا دی طرف آدم وقتش هم نمیداشته باشه، که حال وقت بسیار زیاد داریم اونا رو ما پختنش یاد گرفتیم. امانو جان بسیار تشکر میکنم از اینکه فرصت دادین تا صحبت کنیم، اول شما رو بگیریم در برنامه. تشکر از شما مصطفی جان، تشکر از اینکه تونستم در برنامه زیبای شما ما هم سم داشته باشم. تشکر. آمد باشین. تشکر بسیار زیاد، وقت خوش میخوایم به شما. سلامت باشین. وقت خوش به شما هم. خدا بود. خدا حافظ. دوستان برنامه ادامه داره، تا لحظات دیگه برمیگردیم و دو مهمان عزیز دیگه هم در برنامه دارم که اولشان رو بگیریم کجا هستن، چی میخورن و مصروف چی هستن. وقفه. دوست عزیز بازم خوش آمدین، تشکر از همراهیتان، تشکر از اینکه پیام میگذارین، نظریاتان با ما شریک میسازین، بینیدین برنامه هستین. حالا هم اول یکی از هنرمندای خوب و خوش صدای وطن ما رو میگیریم که هم شما دوستش داریم، آهنگاش در یه وقت بسیار گل کرده بود و چند آهنگ تازهش هم که با بازار روان کرد کشید، بسیار خوش کرده. آماین جان انگار را از جرمنی با خود دارم. آماین جان سلامونه، سنگه ورو را سلامونه مصطفی جان، از خیلی ما خودتیم که چه تاسم خواسته ای اللہ ما تاسو طول پا حفظ آمان که لری و دیر خوشحال، دیر خوشحالی می چه تاس را خبری کم بعد دیر وقت نتا سدا گورم، البته برنامه ما تقیبون با خود لایف مدار سه خبری نوی خبری. سنگه ده برنامه سنگه ده والا با ساس برنامه خود کم ده کوتا کلفی پختنه که واو واو خسته کار مکړه ده، خدای دې تاسو خوشاله لري، دا ډېر نیک کار مکړه چې د ټولو دوستانو خبر اخلي او بس دې ماحول کې دغه حالت کې همدغه یو کار کولای شو او هغه تاسو نه خدای دې مهارت سره مخې ته بیا خدای دې تاسو نورم اجرونه درکې. امن جان تیریږي د کورنۍ ورځې په کور کې؟ مصطفی جان کورونای ورځی خو تیریږي، ډیر زړه تنګ ورځی دی کنه، خنه تیریږي خو بیا هم
کوشش دا کو چې کور کې ځان ته داسې یو ماحول جوړ کو چې اقلن دا ورځ او شپې ښې تیرې شي. نو بس زما په نظر بهتره دی چې سړی کور کې پاتې شي د دې نه چې بیرون وګرځي او خدای نه خواسته کم خرابې وشي. دا زما ارمونیه ده. یو ارمونیه وي راسره یې همیشه و یو سندره ماته ځم ورورز منتظر یو. ولی نه ولی نه قربان بعد ډیر وخت نه البته خو بیا هم زه یو نوی سندره درته زمزمه کوم. نو یو شعر او کمپوز ما لیکلی دی او ستا د برنامې د خوانه ټولو مینهوالو ته یم ډالۍ. وای وروره وای چې خوند وکړو. وای نوند درد مو سرا شم کوم نور می دازل کلر در سارا شم کوم نور می دازل کلر در تدر کی دغانے ہر شمی سکمے لارے بیلو تبی وفا زبے مطر خفر نور بار مار نچولوں در سکھ مہلار بے نور خدا دے کی چھے خوش آئے مان دیر آلا دیر آلا سلامت ستا غوات ستا سندری ما دیر خوخیگی طول خلق خوخیگی ستا سندری. سلامت باشی مصطفی جان نازنین زنده باشی تشکر. قربانت آله در خانه تنها هستی یا امرایت کس هست؟ من مصطفی جان عزیز تنها زندگی میکنم. یک هرمونیم هست کیبوردم هست و تنها هستم خانه. یاد دست در برنامه آینه با اینک دفعه میمان ما بودی همون وقتای سابق که یاد دست همون سوال جالب دست باور با خدا که من میشه در برنامه ستاره افغان یا در دیگه برنامه کمی من مصطفی عزیزی را که میبینم همو قصه یادم میاد دیگه ایز گفت همین سوال همون بوده که دوستان میشه باور کنید با خدا مطال مظالم پیدا نکردیم با خدا سرمه ای کار شده قسم میخوام سرمه شده و این ظالم مطال پیدا نکردیم کی کی بود. اما اینجا دوستا در برنامه هم رایم بود آهنگ از موسیمه سلطدا را به پشتو خانده بود به پشتو خانده بودین. باز مفتم یا آهنگ خبر داریم از کس گفت که از سیفدین سیفوز گفت میگن زنده هستن من نیافتم میشه خانه شد نیافتم اما تو گفتی نمی بسیار جدی هم بودی باور کنه بودی باور کن نه قسمه بود که مصطفی جان که پیش ما در خانه بودم سر ما میشوشتم پدرم گفت که پرسه گفت در کوچه کس پرسان تا میکنه اگه آدمه که سرسفید آمده رفتم بر آمدم دیدم مرد بغل گره باور با خدا کنه گفت که امان جان آهنگ مرا خاندی با پشتو کمپوزش بسیار خوب و بسیار خوبش خاندی چی صفت کرد ما کتون خیر میبینی در برنامه اینا با اینا بود که رودارو بود نه اینا با اینا بود نه آینه با اینه بود شما یاد کردین من گفتم کاجی صاحب سیفو پشت دروازه آمده بود شما بودین حسی صاحب پشت آمده بود اما من فکر کردم کاجی صاحب سیفو بود اما خبر نیکن فاق کردم ظالم و ظالم من نشناختم کی بود ظالم جان خبزی دید من خبزی ده بودی این موضوع را مصطفى باور با خدا که کار سرمه شده باور با خدا که آمد نفر مرا نگفت که ماجی سیف هستم گفت خواندن مرا به پشتو خواندی بسیار خوب خواندی خب من گفتم این خواندن از آجی سیف هست من همی بوده دیگه
در حالی که نفر 30 سال پیش فوت کرده میگه روحش بوده، روحش بوده. امی آهنگ خوبی یک زمزمه کن. امیره یا پشتوشه که خانده؟ پشتوشه، پشتوشه. امیره خودت خانده امی آهنگ. اوکی بول آهنگ است، بشنایی. لیوانه بیم دمیلی پا ما گرانی جلی اکو والا چه همی زرا همی درمانی جلی ستا دوسرو شندو خمده کرده اصر دی پا ما جتول خلو نبتو ما بیر قدر دانی جلی ستا پی غلطوب نا قربان ستا میلتوب نا قربان ستا لیوانتوب نا قربان نازبل توب نا قربان کوا وفا ما بوبے مکڑا جفا ما بوبے زستا دمینے قربان تن دنیا ما بوبے گران دمینے دے چو نمر خدمت گار مار دیوار مار آبا آدم چلا داری بابا مگم جالب است بسیار کار خوب کردی که امی آهنگ یکی از آهنگای اطلاعی وطن ماست که چوه کنه نمیشه یا آهنگ بسیار کار خوب کردی که پشتو خانی دوام تازه تر ساختیش بسیار خوب شد همه گی خوش کردن اما اینجا بسیار تشکر خوش کردن که دیدمت و مردم از ما دیدن خودتا اما گی پشت دق شده که بخیر انشالله این کرونا بخیر از بین بره و بیایی وطن بخیر یکان کنسرت و یکان برنامه داشته باشی انشالله بخیر. بسیار زیاد تشکر از این که مرد برنامه تان دعوت کردین، بسیار زیاد خوش گذشت و از خداوند امید دارم که سر همه مطمئن ما بخیر و بخوبی کرونا بگذره و خلاص شوه و دامنش کوتاه شوه. تاسونم یوه نره مننه، خدای ما خوشحاله لره، سوکال و بریالی و سیدی ره مننه. تشکر میکنم از منجان انگار، هنرمند خوش صدا و جوان کشور که چند لحظه با ما بودن، اولشو نگرفتیم، شکر که سلامت هستن. دوستا بعد از وقفه یک مهمان عزیز دیگه داریم که چهره آشنا داره اما یک مدت طولانی میشه که شما از طریق تلویزیون ندیدیش. برمیگردیم براتون خواهد گفتم که کی هست. دوستا دوباره خوش آمدین، برنامه کتاب قلفی است. آرزو میکنم که در خانوادتان هستین، خوش بگذره براتان در کنار خانواده. مهمان ما کسی هست که بیشتر گفتم هم شما میشناسینش، یک خبرنگار موفق و پرتلاش ما که قبلا با تول نیوز همکاری میکرد و فعلا هم در آلمان مثلا میبره، شکیلا جان ابراهیم خیلی با ما هست. شکیلا جان سلام. سلام به شما و همکارای عزیزم و همچنان به شنوندگان و بینندگان عزیزتان. سلامت باشین شکیلا جان. بسیار دیر شد احوالتان نداریم. کجا هستین؟ مصروف چی کار هستین؟ از وضعیتتان برمو بگوییم. سلامت باشین، به با امیدی از این که همه مردم در افغانستان صحت و سلامت باشن. من در جرمنی زندگی میکنم و مثل افغانستان مصروف کار استم. ما در دوچه ویل صدای آلمان کار میکنم و خبرنگار استم. شکیلا جان این روزا دیگر در خانه هستین شما هم یا ای که از خانه کار میکنین برای دفتر چه رقم؟ بله، ها مثل همه مردم ما تقریبا نزدیک یک ماه میشه که در خانه هستیم، از خانه کار میکنیم و قرنطین هستیم در خانه و اجازه نداریم بیرون برایم و تعذیرات اینجا شدید است که غیر از این که به خرید بریم بیرون و یا ورزش های تک نفری بکنن دوش کنن و برای بعض هوای تازه یک نفر اجازه داره بیرون برای و حداقل دو نفر که اعضای خانواده باشه، دیگر ها اجازه ندارن بیرون برای. همگی ما در خانه هستیم و من کار میکنم در از خانه، هوم آفیس. ساعت 8 کارم شروع میشه تا 4 مصروف کار میباشم. شکیلا جان تازه ترین گزارشی که ساختی از افغانستان چی بوده؟ در مورد چی بوده؟ بدبختانه روز من می گزارش کرونا را تحت پوشش میتم و تازه ترین گزارشم در مورد فقر بود که چقدر مردم
با نشستن در خانه با فقر دست و گریبان استن و چقدر پول کمک کرده کشورها به افغانستان و این یک امیدواری بود برای من و میخواییم به از همینجا بگویم که حدود 500 هزار نفر در افغانستان که روزانه دست فروش بودن یا کار میکنن اینا با نشستن در خانه با مشکلات اقتصادی برخوردن، اما از سوی دیگر بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و ایالات متحده آمریکا پول انگفت را به حکومت افغانستان کمک کرده و بر حکومت است که این افراد در این زمان دستگیری بکنه و برایشان کمک کنند تا هم در خانه های خود مسئول باشند و هم مواد غذایی داشته باشند. خب شکیلا جان شما تشکر میکنم که فرصت دادین احوالتان رو بگیریم که کجا هستین، مشتاق شده بودیم. زنده باشین، خوشحال شدم، تشکر از شما هم که فرصت دادین تا پیام خدا به مردم خود برسانم و لحظه با شما همکارای عزیزم که خانواده ایم هستین باشین. تشکر از شما. سلامت باشین. ممنون. تشکر. عزیزان برنامه کوزه قلفی امروز به پایان میرسه. قسم که شکیلا جانم گفت متوجه صحت و سلامتی خودتان باشین و یک چیز مهم دیگه ای است که لطفاً امی استرس و استراب و دلخوره را از خودتان دور بسازین. ما میکنم یک تعداد زیاد از دوستای ما هستن که تو امرای ما با تماس میشن که حتی کم هم گلو درد میشن یا مشکل پیدا میکنن، فکر میکنن که خدای نخواسته مبتلا شدن به ویروس کرونا. که در این روزا شما این فهمین آب و عوام چندان خوب نیست و هنوز هم با وجودی که بهار شده زمستان ادامه داره. در حفظ و امان پروردگار باشین شما همه و متوجه صحت و سلامتتان باشین. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.